شهید والا مقام مرحوم آیت الله سید حسن شیرازی قدس سره در جهت ساختن بقیع گام‌های مؤثری برداشت و برای رسیدن به این هدف چند بار به کشور عربستان سفر کرد و با شخصیت‌های دینی و سیاسی این کشور ملاقات نمود تا بتواند اجازه تعمیر قبور ائمه هدا علیه السلام را دریافت کند. او برای رسیدن به این هدف با شخصیت‌هایی همچون عبدالعزیز بنیاس، رئیس دانشگاه اسلامی مدینه، شیخ محمد ابن ابراهیم مفتی سعودی و شیخ عبدالله ابن حمید رئیس هیئت آمرین به معروف و از همه مهمتر ملک فیصل پادشاه وقت سعودی دیدار و به گفتگو نشست. ملاقات اول به معارفه و گفتگوهای رسمی گذشت و بار دوم که سید بزرگوار به دیدار ملک فیصل رفت به او چنین گفت: شما برای کسی که منتظر اتوبوس است و می‌خواهد به خانه برگردد و یا به سر کار رود سایبان درست می‌کنید تا زیر آفتاب سوزان رنجور نشود، در حالی که این کار واجب و یا مستحب نیست، چون سوار شدن اتوبوس یک کار مباح است. حال این مسلمانان که برای زیارت قبر مسلمانان صدر اسلام می روند با درهای بسته روبرو شده و هیچ سایبانی وجود ندارد که به آن پناه برند، در حالی که زیارت قبور در تمام مذاهب جزو مستحبات می باشد. از طرفی دیگر تخریب نوعی اهانت و پرخاش به بزرگان به شمار می آید و در اینجا 4 تن از بزرگان اهل بیت علیهم السلام دفن هستند. پس سزاوار است حاکمیت عربستان بر تجدید بنایی در بقیع رضایت دهد. ملک فیصل با این سخنان به قناعت می رسد و دستور می دهد که درب بقیع را بر ظاهران باز کنند، ولی برای بازسازی آن از آیت الله سید حسن شیرازی می خواهد که بزرگان وهابیت را قانع کند که اگر آنها قبول کردند او نیز با بازسازی موافقت می کند. دربهای بقیع بر زائران باز می شود و آیت الله العظما سید محمد رضا گلپایگانی پیام تبریک و تشکر به جانب ایشان ارسال می کند. اما بعدها و پس از شهادت سید حسن با دخالت کینه‌توزان و حسودان با سازی بقیع راه به جایی نمی برد.